بسم الله الرحمن الرحیم در درس چلی تجوید قرار داریم احکام میم ساکنه دی درس ما به صورت خلاص شرح همه کنیم درس, درس های گذشته ما احکام نون ساکنه گفته بودیم که چهار حکم داشت اینجا احکام میم ساکن است که سه حکم داره و حکم اولش اظهار شفاوی است ادغام شفاوی است و اخفای شفاوی است چرا شفاوی شفاوی شفاوی, شفاوی آمده به خاطر ازی که کلی ازی در کنترل میشه توسط لب ها و در درس های گذشته ما متوجه شدم که کلپ های ما ارگاه از ده دقیقه زیاد باشه باز در وقتی که ما ایره فارورد میکنیم یا ای که در یوتیوب لود میکنیم ای درست لود نمیشه نیمه لود میشه و ما کوشش میکنیم که درس های خود کمتر از ده دقیقه بسازیم و یک چیز دیگر هم شما متوجه باشین که من این کلیپ ها که من سبت میکنم این همه از ای لایف است و چیزی که به زبان من میعه ادیت ایدیت نمیکنم و من کوشش میکنم که توجه زیاد بکنم اما بعضا ممکن است بعضی اشتباهات باشه چی در مخارج، چی در تلفظ، چی در ادای حروف، چی در شرح امید است که مرزت من را ببخشین بخاطر از که من ایره ایدیت نمیکنم همین چیزی که مثال از چیزی که در دیک بوده مکاسه برتان میگم میبرایم خو آل میریم سر ازوهار ای شفاوی این ای ای مطلب از ای است که ما میمه از مخرجش میمه ساکن از مخرجش به صورت دست نخورده تلفظ میکنیم بدون از که با او کدام او کار کنیم و این در تمام حروف میشه بجز از او موقعی که میم ساکن بعد از میم ساکن حرف ب و حرف میم بیاید یعنی دو حروفش شما در نظر داشته باشین که میم ساکن وقتی که آمد بعد از او حروف ب و میم آمد اینمی اظهار شفاوی نمیشه و در اونجا ما باید یک کار دیگه بکنیم چی بکنیم؟ یا ای که ادغام بکنیم یا ای که اخفا بکنیم خب ادغام چی است؟ ادغامی است که وقتی میم ساکن به میم متحرک داخل شود ادغام میشه اونجا باز واقع میشه ای ادغام ادغام مثلین میگن و به خاطر از اینکه مخرج صفات هر دو میم یکی است مثلا خب مثال مثال اظهار شفاوی رو برای شما بگویم مثلا کنتم صادقین سیکرین دتم کنتم صادقین تا وقتی که ما میم صدایش در مخ از هنجری خارج میشه ما لبای ما چسبیده میباشه کنتم صادقین ولكن قصد قلوبهم وزيّن لهم قلوبهم متوجه شدين؟ قلوبهم وقت كي هم ميقوم هم صدى ميم كي ختم شد بعد دي وعو شروع ميقنم خو إدغام شفوي قفتين كي ميم به مي بميم متحرك داخل ميشه ويغو غنه تشكيل ميتا مثالش لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم بميم ختم مشى ما بميم شرو مشى اي ميم ساكن بميم متحرك فتحه داخل مشى و اي ادغام مشى وقتي ادغام شد غنه تشكيل مشى انجه خو نرا باید ما نظر بگیریم ده انجه لها ما كسبت ولكم ما كسبتم و اخفای شفاوی وقتی است که ما کنترل مخرج لب دمیم بگیریم و این بپوشانیم و چیزی که صدا میه از خیشوم می یا از بالای بینی که اونمو تشک... مثل غنوار برد ما معلوم میشیم و یک چیزی را شما باید ایره بفهمین که ما وقتی که حرف میم میگیم گفتیم که میم لبا میچسبه و بعد از میم حرف با می به با باید به با چسبیدش چسبیدن لب باید ای حرکت ازش شروع شود لحاظ اینجا دو دفعه و لب باید به یکی در آخر میم و یکی در اول ب پس ما چون نمیتونیم که تشخیص کنیم که لب که چسبیده آیا از میم چسبیده یا از حرف ب است دو دانه اردوش در دا این زمان میچسبه به این خاطر علمای تجوید ایره میگن که اخفای شفوی یعنی که چسبش لب ما از اثر تلفظ میم ما باید اخفا کنیم یعنی برای میم ما لب خدا نچسبانیم به عوضش غنه بکنیم غنیش بگذاریم و برای حرف ب وقتی که ما تلفظ میکنیم لباره برای تلفظ حرف ب با باید آماده کنیم فامیدش امید است که فامیداش داشته باشه ما ایره برتان میخوانم یک بار فإذا هم بالساهرة وما صاحبكم بمجنون فبشره بعذاب أليم إن ربهم بهم يومئذ لخبير ترميهم بحجارة من سجيل يخربون بيوتهم بأيديهم بأسهم بينهم شديد كأنهم بنيان مرصوص فلما جاء البينات فينبئكم بما كنتم تعملون در بین از این مثالا بعضی از احکام نون ساکن است و احکام میم مشدد نون مشدد است که ما او قدر در نظر نگرفتیم فعلا تنها و تنها مخفای اخفای شفاوی رو بر شما نشان دادم مثلا سعی کنین در به عذاب علیم به اینجا نون ببخشین حرف با اینجا تنوین داره تنوین ما اینجا درست تلفظ کردیم چی نکردیمش اظهار کردیمش و یوم ایدیل یوم لا لخبیر ما تنوین اینجا امرای لام ای نون ساکنه ادغام کردیم بدون غنه و بحجارتم اینجا تنوین ما ام إِنْجَةَ ادغام كَدِيمْ اما باغنه و انجا است بُنْيَانٌ بنيانم مرسوس بُنْيَانٌ مرسوس فلما جاءه بالبينات بعضی احکام دیگه هم هست که باید مثلا مرد چی رقم احکام داره و با بازی زیر پسانا میخوانیم مال ما فعلا دمی تا همی سه حکم میم می ساکنه دمی جا ما بیان کردیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته